رو توی از عطار آورده، درس 15 هم درس آزاده، هیچی، درس 16 هم یک داستان طنز از داستانهای معاصر اون برداشته آورده. درس فصل آخرمون، فصل هشتممون، فصل نسبتا ساده ای ادبیات جهان، دو سه تا شعر از شاعرای مختلف جهان ترجمه کرده و برداشته وارد کتاب درسی کرده که ما باهاش آشنا بشیم. بسیار خوب، ما با این فهرست در چه حد میخوایم آشنا بشیم؟ یه خورده بیشتر میخوایم آشنا بشیم. چطور؟ به این معنی که ما باید بدونیم که در واقع ما کجاهای کتاب رو اگر بخونیم میتونیم، بستگی داره. حالا بعضی از بچه هستن که میخوان تو امتحان نهایی نمره 20 بگیرن یا نمره قبولی بگیرن و بعد برن مثلا دانشگاه معمولی و از این قبیل. این در واقع محور اصلیشون کنکور نیست. برای اون دانش آموزا باید ما بدونیم که کتاب درسی ملاکه و اگر کتاب درسی رو بچه‌ها مسلط بشن، ما نیازی به اون دانش آموز نیازی به چیز اضافه تری نداره. اما اگر ما نگاهمون کنکور باشه، علاوه بر کتاب درسی، ما باید بدونیم که کجاهای کتاب درسی مهمتره تا به اونها بیشتر بپردازیم. بسیار خوب، من از اول فهرست شروع می‌کنم خیلی سریع، برای اینکه وقتمون هم گرفته نشه. قسمت‌های مهم درس رو براتون علامت گذاری می‌کنم. خب قسمت‌های مهم بر اساس ستاره، 5 ستاره رو من میگم. بسیار مهم، هر چی میاد پایین‌تر، مثلا به سمت 1 ستاره میاد یا 2 ستاره میاد، کمتر مهمه. خب درس ستایش رو من 4 میذارم، چه توی کنکور چه توی امتحان نهایی. ببخشید بچه‌ها، من این رو پاک کنم، خورده درشت شد. درس ستایش 4 میذارم بچه‌ها براتون. دیده میشه خوب؟ بله. فصل اول درس 1 شکر نعمت، بسیار درس مهمیه، مهمترین درس چه توی کنکور چه توی امتحان نهایی خرداد ماهتون، درس 1 پای 12 که من برای این 5 ستاره میذارم. بسیار مهمه، پربارومترین در واقع درس امتحان خرداد ماه و همزمان پربارومترین سوالهای قرائت معنایی کنکور از این درس میاد. خب به همین دلیل معمولا معلم ها این درس یکم رو معمولا حدود 3 هفته روش وقت میگذارن. ما هم احتمالا 2 الی 3 هفته، حداقل 2 هفته اگر خوب پیش بریم 2 هفته. اگر با سوالات شما که انشالله سوالات زیاد هم داشته باشین، هر چقدر کلاس پویاتر باشه همون مقدار بهتره، 3 هفته وقت خواهد گرفت. خب همه گنج های حکمت رو من دیگه نمی نویسم، گنج حکمت ها رو 3 میذارم، کارگاه ها رو هم 3 میذارم. ببینید رنگ سبز کارگاهه، دقت کنید، همه 3 میذارم. رنگ های در واقع نارنجی هم که گنج حکمته، همه رو 3 میذارم دیگه، اینا رو نمی نویسم، فقط عناوین دروس رو می نویسم. میریم پایین تر ببینیم چه خبره. خب میریم پایین تر ببینیم چه خبره. درس سوم آزادی، این درس 4 ستاره، تونتون می نویسم. درس چهارم که هیچی، درس آزاده و صفر در واقع، اصلا هیچی، سفیده کتاب مثل سالهای قبل. قسمت های روانخانی، قسمت شعرخانی دقت کنید بچه ها، یه شعرخانی داریم یک روانخانی، یکی در میونه، فصل بعد شعرخانیه، فصل بعد روانخانی. خب قسمت روانخانی که متنای ساده ای، معمولا داستان های بسیار ساده ای و اغلب از توی این داستان ها معمولا یا سوال املایی میاد، املا، یا سوال معنی لغت بسیار کم میاد، یا سوالات دستوری که ما در واقع مباحث دستوری که کار میکنیم روی این جمله های همین دروس سوار میکنن. یعنی مثلا گروه اسمی رو میپرسن، میخوان مثال بزنن برای گروه اسمی، خارج از کتاب نمیارن، میارن از توی این دروس میگردن میارن. برای ما توی دروس روانخانی خیلی با محتوای خود درس کار نداریم، چون مثلا اسمشو ببینید، اصلا جاسوسی که الاغ بود، یک عنوان ساده برای یک